اب نگاه میکنه به پایینش و میبینه خبری نیست، کویره. با برای چی بباره؟ با میره جای دیگه. سال 1397 برای مردم بسیاری از شهرها و روستاهای استان گلستان به یک فاجعه ختم شد. بارش‌های زیاد سبب شد سد بوستان تا 107 متر مکعب در ثانیه، سد گلستان تا 550 متر مکعب در ثانیه و سد نرماب تا 230 متر مکعب در ثانیه سرریز بشه. شهرام کوسه‌قرابی نمایندگی مردم کلاله، مراوه تپه، گالیکش و مینودشت در مجلس شورای اسلامی گفت در حالی که اهالی شهرهای گنبد کاووس، سیمین شهر و آقلا درگیر سیل هستند، بسیاری از اهالی شرق استان به ویژه در شهرهای مینودشت و گالیکش هم درگیر رانش زمین شدند. هنوز آمار دقیقی از خسارت‌های وارد شده ناشی از سیل و رانش زمین ارائه نشده، اما حجم تخریب خونه‌های مسکونی شهری و روستایی بسیار بالاست. خونه‌های مسکونی مناطق درگیر سیل و رانش زمین بین 50% تا 100% تخریب شدند. قراوی همچنین ادامه داد عمق فاجعه سیل در گلستان بیشتر از اون چیزیه که از سوی مسئولان اعلام میشه. طبق گزارش‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی، حتی تا چند روز پس از وقوع این فاجعه خبری از نیروهای امدادرسانی در منطقه نبوده. این وقتی تو روستای ماه الان 3 شبانه روز این بچه‌ها نخوابیده. ما حداقل یه دونه کیف گونی از طرف فرمانداری باشگاهی دریافت نکردیم. استاندار گلستان در بحرانی ترین روزهای فاجعه غایبه. اون به دلیل مشکلات خانوادگی در سفر خارج از کشور به سر میبره. برای استاندار محترم آقای هاشمی میفرستیم. آقای استاندار بداد مردم آقلا برسیم. ما به شما هرچی از صبح داریم زنگ میزنیم، خب جواب ندادید. من این کلیپ رو در رسانه ها میذارم که شما هم لااقل اینو ببینید. حسن روحانی بعد از 3 روز سکوت برای تعطیلات نوروزی به جزیره قشم سفر میکنه. حتی یک پیام ابراز تأسف برای شهروندانی که در روزهای عید خانه و کاشانشون رو از دست دادن از طرف مسئولان حکومتی به گوش نمیرسه. در این فاجعه کمرنگ‌ترین نقش مربوط به عوامل طبیعیه. با وجود هشدارهای سازمان هواشناسی در 10 روز پیش از وقوع سیل، هیچ اقدامی برای جلوگیری، آمادگی یا کمتر کردن خسارات انجام نمیشه. سپاه با کشیدن خط آهن مسیر آب رو مسدود کرده و در حین خط گذاری هیچ مسیری برای خروجی آب مهندسی نشده. سرانجام ریل ها شکافته شدن تا آب امکان عبور پیدا کنه. این رودخانه شورش کرده. این رودخانه وقتی پایین رفته به یک دژ برخورده. این دژ چی بوده؟ سپاه آمده خط آهن کشیده و پل هایی که برای عبور آب های سرریز نیاز بوده تعبیه نشده دیگه، آب پس زده. آب پشت سطح ها به موقع تخلیه نشده. بارندگی که از تو درون 20 میلیمتر بارندگی که برای 1 سال هستش، اینا مخازن سطح ها رو خالی نکردن و این بر مشکلات مردم 100 چندان اضافه کرده. بستر رودخانه ها سال هاست لایروبی نشده و به همین دلیل گنجایش خودشون رو از دست دادن و با یک بارش لبریز میشن. الان بریم دهانه گرگان رو از چارکوب به اون طرف، آبی وجود نداره. چرا؟ علتش چیست؟ لایروبی نشده. قبلا باید تمدیدات باید لازم انجام میشد. به مقامات گفته میشه، اینقدر تذکر داده میشه ولی گوش نمی کنن. تخریب سیستماتیک جنگل‌ها و پوشش طبیعی باعث از تعادل خارج شدن اکوسیستم، وقوع سیل و رانش زمین در این مناطق شده. طبق گزارش یاشار سلطانی، روزانه 123 هکتار از جنگل‌های شمال نابود میشن. سال 1395 لایحه تنفس جنگل که در راستای توقف برداشت از جنگل‌ها بود به مجلس رفت.
آیت الله نور مفیدی امام جمعه گلستان، آیت الله تبرسی امام جمعه مازندران و آیت الله قربانی امام جمعه گیلان مخالفان اصلی این لایحه بودند و طی نامه‌ای مشترک به مجلس خواستار توقف این لایحه شدند. آیت الله قربانی مدتی بعد به دلیل فسادهای گسترده مالی مجبور به استعفا شد. آیت الله نور مفیدی و فرزندانش هم با منافع اقتصادی کلان در صنعت چوب هنوز مشغول به نابودی جنگل‌های استان گلستان هستند. سودجویی و بی‌لیاقتی آشکار در مدیریت باعث از بین رفتن مسکن هزاران هزار شهروند ایرانی و نابودی بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی در استان گلستان شده. خساراتی که بر اساس تجربه مردم برای جبرانش سال‌های سال درگیر خواهند بود. در میان بی‌تفاوتی و انفعال حکومت، این مردم هستند که به یاری همدیگه شتافتند. مردم ایران با حداقل امکانات، تلاش‌های خستگی ناپذیر شبانه روزی، ارسال کمک و پوشش خبری در شبکه‌های اجتماعی، باز هم روسپید بیرون اومدن و یک بار دیگه روسیاهی رو برای حکومت و مسئولانش به جا گذاشتن. متاسفانه هنگام تهیه این گزارش نقاط بیشتری از ایران درگیر فجایع مشابه شدند. بیش از 11 کشته در شیراز، دستور تخلیه روستاها و شهرهای خرم‌آباد، تهران در حال آماده باش، کرج در معرض خطر طغیان رودخانه، سرریز شدن سدهای کرمانشاه، تخریب پل در پل دختر، هشدار سیل در ارومیه. شاید این طوفان فجیع بالاخره حسن روحانی رو وادار به ترک مخفیگاه نوروزی خودش و رسیدگی دیرهنگام به اوضاع بحرانی کشور بکنه. چندین قرن پیش سعدی سروده بود علاج واقعی پیش از وقوع باید کرد، دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. مثلی معروف در میان ایرانیان و غریب نزد مسئولین.